سلام علیکم، حال تو چطوره؟ امروز میخوایم با هم یه پاستای سبزیجات درست بکنیم. توش پینات باتر داره، کره بادوم زمینی، یه شوری و شیرینی داره که خیلی دلچسبه. بریم درست کنیم. خب اول از همه کره بادوم زمینی داریم، اونم 80 گرم و یه نصف لیموی زرد قلمبه خوشتم. لیمومونو با دست میچلونیم، همچی آبش دراد. نگران هسته هاشم نباشید چون بعدن با قاشق در میاریم، کاری نداره که. خب میریم برای ادامه داستان. سس سویا داریم 2 قاشق غذاخوری و پشبندش میریم برای شکر قهوه‌ای، اونم 1 قاشق غذاخوری. نوبت میرسه به سیر و زنجبیل، اونها هم هر کدوم 1 قاشق چای خوری. اینجاست که دوچار چسبندگی شدن و من با قاشق چای خوری میریزمشون. خب سس موی تندی هم لازم داره، میریم برای فلفل چیلی یا چیلی فلکس 1 قاشق چای خوری. اینجاست که دیگه باید بریم همه رو با هم هم بزنیم، انقدر همش بزنید تا 1 دست بشه. اگه احساس میکنید سستون خیلی غلیظه، 2 قاشق غذاخوری بهش آب اضافه بکنید. بعد از هم بسیار سستون باید این شکلی بشه. ببینید غلظت رو. حالا دیگه میتونیم بریم برای پختش. گازمون رو روشن میکنیم و 4-5 قاشق روغن سبزیجات میریزیم کفش. اول از هویجامون شروع میکنیم، 100 گرم. چرا؟ چون هویج از همه بیشتر طول میکشه تا اینکه بپزه و یه ذره نرم بشه. دو دقیقه بیشتر تفت ندین چون باید خرت خرتی های هویج بمونه. حالا میریم برای فلفل دلمه‌ای، اونم 100 گرم و پشبند اون. نوبت برسه به قارچ، اونم شما 100 گرم بریزید کافیه. حالا 4 دونه پیاز چرم به اندازه 2 بند انگشت خرد کنید و بریزید داخلش. همه رو با هم باید تفت بدیم، جیلیز بیلیز کنن، مزه هاشون در بیاد و بریم برای بقیه پختمون. خب بسته دیگه، نمیخواد بیشتر از این سبزیجاتتون رو بچزونید. نوبت میرسه به پاستا. من اینجا دارم از فتوچینی استفاده میکنم، ولی شما هر پاستایی که دوست داشته باشید میتونید بریزید. این غذا 1 نفر است، 100 گرم پاستا براش بسه. خب حالا پاستاهامون دماش یکی شده با بقیه سبزیجاتمون. نوبت میرسه به سس خوشمزه‌ای که درست کرده بودیم. کامل بریزیدش تو ظرف و قشنگ تفت و همش بزنید. هر جا احساس کردید پاستاتون خیلی سفت شده، 1 مقدار آب بهش اضافه کنید تا رقیق تر بشه. اگه از آب پاستاتون نگه داشتید از اون استفاده کنید بهتره. رنگ و لعاب و بین، آدم دلش میره واسه این غذا. از بوش براتون نگم، حیف که نمیشه بو رو ارسال کرد تا شما بتونید حسش کنید.
موقع کشیدنش سعی کنید اول پاستاهاتون رو بریزید و بعد سبزیجات رو روش اضافه کنید. اینجوری خوشگل‌تره. خب میرسیم به آرایش داستان. اول بادوم زمینی های رست شدمون رو میریزیم، بعد هم یه اندازه دو قاشق چای خوری کنجد روش میریزیم. خیلی خوشمزه و جذاب ترش میکنه. خب بالاخره غذای وگان خوشمزه خوشطعم خوشبومون آماده شد، بریم بخوریم. یادم رفت بگم این کامنت، لایک، سابسکرایب هم که 100%. حالا بریم بخوریم. راستی خودتونم ببوسید.